چه بودی؟ ده سال پیش که من اومدم اینجا تو مجله من خوردم به کلاس نقاشی رو میخوانم از دختر خانم هر کدوم خیابون بعد بله بله از اون زنگ زدم و همه گفت که بعد این کلاس نقاشی رو روز شنبه ماره بچه ها سوز چرشنبه ماره هفته سه روز کلاس داریم خب حالا من جمعه نگاهی تو زهر که رفتم کلاس چیزی که خیلی جالب بود بر من افرادی بود که اونجا نشسته بودن اصلا به کلاس و به نقاشی و به اینا توجه نکردم دیدم چقدر افراد همه با هم صمیمی هم چقدر حالشون خوبه من خب یه زن چون حالا خود بود شروع کردم و از همون روز اول با اینا قادم شدم و این دیگه آره کره کره کردم و گفتم و خندیدم و اینا و خلاصه بشه من چون به من گفتم تو تا نقاشی یه بسه ماره بکنم از بعد چیدیم بسه اول نقاشی بیست تو اگه بیست ندی وای با با استاد خلاصه اینجوری رو تی کردی خلاصه دیگه با این افراد ما دوست شدیم مثلا از اول فنگوجی ها مثلا از اول اینا بود مثالی بودم شما ها بودی که خانم بسالی بود فرق بود فرق بود اصلا من به عشق اینا این کلاس واقعا ندارم خلیصا خانم هم بودم مثلا خود ریحانه خلیص آره بعد هم که این خوده از کیک بختیم برای شما دور نمونه چایی بختیم برای شما خلیصا کلاس شدی کلاس واقعا با نشاط دلنشین حالا هم نقاشی رو میکردیم هم کاری بودی میکردیم چرا همه چیز شدین نایر خانم کارهای نقاشیتون فوق العاده است دیگه شما که استادین بگین من دیگه خیلی به خودم واقعا فوق العاده است من کارهای چند سال حتی نه الان مثلا 3-4 سال پیش که کاراتون دیدم تو نمایشگاه فوق العاده آقای سیمونم واقعا یادشون بخیر روحشون شاد همون کس بله بله برای من دیگه بزرگترین بله گفتم کمپلیمان واقعا بله خیلی خالیه خیلی نیست شما میکنیم انشاءالله هر جایی که هستن خوب و خوش و سرحال باشن مثل همیشه از ریحان جون آقای تشکر میکنیم به خاطر این گرد همایی واقعا که همیشه ماها رو دور هم جمع میکنم و ما رو خواهیم از اینکه همیشه ماها رو داریم بهمن جون هم که رئیس کل قوا هستن بله فرمانده کل قوا خانواده من همیشه به من میگن که تو رئیسیستی برای این که همیشه مردان چیز میکنی ساپو ساپو به زنان کریدیت نمیگه همیشه مردان رو بگم اگه اینجور نباشه که میکنم دامادان رو نگه بله آقایون که طرف طرفدار خانه ها هستن میگن فمینیست حالا شما طرفدار آقایون هستین میشین منیست بله 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 آقای ملسی اونم اونجا از کارهای بسیار قشنگشون هست مصبب این گرده همایی و این دوزی ریحانه جونه محمود آقا ریحانه تشکر من خاطره قشنگی که از دوران جلسه نقاشی مون دارم میشه از زمان که فرح خانم کار نقاشی رو شروع کرده بود و ما یه شب رفت منزلش رو دیدیم نقاشی خیلی زیبایی از دوران کار آقای صدرداد بودن که خوش رو حالا این میترش بودن کشیده بودن یه دری بود که این گونه روزی بود خیلی زیبا بود و این عجیب دو من اثر بود شو کنم بود فرق کنم این کلاس نقاشی چه جوری برای تو من با خانم ریحانه بختیاری کلاس دارم یاد تو فرق کنم بسیم که ما هم میتونیم یه گفت چرا نمیتونیم شما بیاییم خوبه تو با هم مردتان بود خوب نقاش بلد نیستیم گفت شما خوب حالا بیا یاد میگیریم حتما باید بیا بیا حتما بیاییم که خانم بختیاری و زن دارم اینطوری نیست که شما تشویق کنید شما یاد میگیرید و ما جلسه اول که با فریبا با هم رفتیم کلاس خانم بختیاری بله توضیح دادیم که من
خودم رو داشتم علاقه همون به کلاس نقاشی و ایشون گذیدم که دوست دارم اینو قبول نمی کردم بله بله تو آنفان وقتی با پیش والا من تا حالا از آن ساگرده من آقای. نداشتم آره. شما اولی بودی اولی گفتش من اجازه نمیدادی ولی چون شما با خانومتون هستی اشکال نداره اشکال نداره میتونی با خانومتون با هم بیاین بودم با خانومش نبودم خانومش خلاصه این بود که ما شروع کردیم و با خطایی که شروع کردیم کشیدن و روزای اول و دایره و نمیدونم این چیزی به بیسیک نقاشی خانوم وقتی بود من خوبه مثل که میتونی شما علاقه داریم میتونی بگی چی میخوای بکشی حالا گفتم والا من خودم عکس میگیرم اگه از بتونم سی که خودم میکشم یه عکسی داشتم از این پارک وایت کلیف بود دیدم سخت بود تو مالی خوبه این بزرگترین تشبیه بود برای من که یه نقاش حرفه‌ای به یه نقاشی که تازه بیسیک بلدی چی بلدی میگه نه خوبه میتونی شروع کنی کار کنی و من با تشویق ایشون واقعا شروع کردم کشیدم چون خیلی عشق و زیاد داشتم بکشیدم و جالب اینجا بود که وقتی من این نقاشی رو تمام کردم روز اول با اشتیاق خیلی زیادی این تابلو دستم بود داشتم میرفتم خونه یه خانمی تو پیاده رو به من رسید گفت این نقاشی تو میفروشی من اصلا گفتم چون میخوای بخری نقاشی منه گفت آره گفتم خیلی اول نقاشی منه من معمولا فکر نمی‌کنم اینقدر قشنگ میشه گفت نه من نمی‌خرم از شما آره من گفتم که نه ببخشید بابا من نمی‌فروشم اینو این اول نقاشی اینم یه خاطره بود که واقعا از اول نقاشی خیلی جالب تابلو اسوا رو خانم بختیاری آوردند خانم بختیاری خانم بختیاری تشمیل خب آقای من شاکار درست کردی کار هنری کرده بابا من باید این بر باشه میگم که آقا بهمن هم برای خودش ابتکاری به خرج داده اینجا کولاش کرده نه اولا خیلی جالبه یک بار دارشو بگو چه لجبازی باید تمام قابش هم کنده یه جای پاهاشه که رو به اون بر بوده دم ساحل خب اتفاقا خانم بختیاری معمولا کارهایی که یه اشکالی درش پیش میاد مثلا تمرایی که چاپ میکنن اگر بعضی از این تمرا یه اشکالی توش توی چاپ پیش بیاد اشتباه بشه اینا ارزششون صدها برابر میشه حالا این کار شما هم که الان جای پا رفته اون طرف خب ممکنه همین باعث بشه که مثلا به جای 1,000,000 دلار 10,000,000 دلار قیمتش این مثل خاطراتشه که دم ساحل با زوجش خب پس این کار بهمن خان بهمن خان دستتون درد نکنه چون شما باعث شدید که این ارزشش بره بالاتر یه چیز دیگه چون جالبه خب جناب صدقدار خیلی خوشحالم که امشب شما رو میبینم اینجا و یاد نمایشگاهی که داشتیم با هم بخیر در خدمت آقای مهندس سیحون بودیم خدا رحمتشون کنه واقعا خدا روحشون شاد شخصیتی بودن که الان من داشتم فکر میکردم که وجودشون در صدها هنرمند ارزشمند معاصر در جریان و جاری بعد دقیقا و آثارشون آثار ارزشمندشون ماندگار و به هر حال وجودشون زنده است دقیقا به عنوان دقیقا رفتن هم حتی نمیشه بود درود بر شما درود بر شما انشالله سال نوروز آینده هم که به اتفاقش در خدمت شما خواهیم بود و نمایشگاه خواهیم داشت مثل نمایشگاه گذشته خیلی خوشبخت و خوشبختم که با شما اختیار باعث افتخار من قربان که در خدمت شما هستم و خانم بختیاری و روح استاد بزرگم که خواهد بود اینجا جای وجودیشون هم یکم خالی هستن بله بله خیلی ممنون خواهش میکنم
گفتم بشینید تو تیم اتومبیل میگه ما دوباره نصفی را میشه چایی میکنم با هم گفت آخه لباسشون هم حلکه مناسب